What's going on guys, حالتون چطوره دوست عزیزم؟ خوش اومدیم به ویدیو جدید. امیر زیرو هستم. خوش اومدیم به پارت دوم، اپیزود دوم یونیورس مود اسمک داون. امیدوارم که تا ته این ویدیو رو ببینید، حال کنید. حتما برای حمایت از من اون دکمه سابسکرایب رو بزنید. ویدیو رو هم اگه دوست داشتین لایک کنید. بریم ببینیم که امروز چه خبر گذاشته این شو جذاب. خب دوستان، میرسیم به اولین مسابقه امشب، مسابقه بین کاسیوسونو و لارس سالیوان. بعد دید که کاسیوسونو در اولین مسابقهش در شو اسمکدان چی کار میکنه. ببینیم لارس سالیوانو امشب شفته میکنه یا نه. خب اینم از قهرمان کرمند اینترکانتیننتال لارس سالیوان. بعد دید امشب قهرمان کرمند اینترکانتیننتال چه خواهد کرد در مقابل تازه وارد شو اسمکدان. خب این از ورود The Freak لارس سالیوان. میری برای ورود کاسیوسونو و بعدش هم شروع مسابقه. خب اینم از میستر البوی این روزهای کشتی‌کج کاسیوس اونو. ببینیم در اولین شب حضورش در اسمکدان چه خواهد کرد. خب اینم از ورود دو کشتی‌گیر. میریم که شروع مسابقه رو بین این دو کشتی‌گیر داشته باشیم. یه نکته در مورد این دوتا باید بگم که بچه این دو کشتی‌گیر یه زمانی توی NXT با هم دیگه درگیر بودن و درگیری خوبی رو هم تونستن به جا بذارن. خب حالا سرشاخ میشن با هم دیگه، ببینیم موفق میشه داور اینا رو از هم دیگه جدا کنه یا نه. خب موفق میشه این کار رو انجام بده داور و حالا کلوز لاین است لارس سالیوان روی گوشه رینگ به کاسیوسونو میزنه. خب حالا ضربات استامپ هست لارس سالیوان تو گوشه رینگ روی کاسیوسونو. حالا دوباره بلندش میکنه کاسیوسونو رو. خب میخواست بره برای بلند کردنش، موفق نشد. و خب حالا یه ضربه بیگ بوت هست کاسیوسونو. خب حالا ضربات پانچ هست دو کشتی‌گیر. و خب حالا ضربات پانچ هست کاسیوسونو. خب رینگ خارج شد لارس سالیوان مثل ترسو کلن رینگ رفت بیرون با یه گره گنده یه خجالت نمیکشی. خب حالا سعی میکنه مثل اینکه فرار کنه مسابقه لارس سالیوان. عجیب کاسیوسونو هم نمیره سراغش. بعدی در ادامه چه خواهد شد؟ و خب حالا بودالاس میاد و حمله میکنه به لارس سالیوان. خب برش میگردونه به مسابقه لارس سالیوان رو بودالاس. خب حالا میگیره لارس سالیوانو میره برای سوپلکس و حالا سوپلکس از کاسیوسونو. اجازه نداد لارس سالیوان از این مسابقه فرار کنه بودالاس. حالا سر سالیوانو گرفت و حالا نیک بریکر از کاسیوسونو که البته بیشه شبیه سوپلکس بود. حالا میگم دیگه سوپلکس بلای جون ما شده. بفرمایید الان هم یه جرمن سوپلکس دیگه کلا بلای جون ما شده این سوپلکس و این برنامه. خب حالا دستشو میپیچونه میذاره لای پاش و خب حالا میره برای ساب میشن
ببینیم تسلیمش میکنه سالیوان رو یا نه. خب نه، مثل اینکه موفق نشد کارشو تمام بکنه کاسیسونو. خب بازم حالا فرار کردم مسابقه. لار سالیوان و یه جشن سوسکی و ریزی تو رینگ تونست بگیره کاسیسونو در نبود لار سالیوان. حالا میره سراغش کاسیسونو. خب البته چندان موفق نیست. خب حالا او یس چی گفتم بابا یار، این اصلا ما کلا قاطی کردم، چه ضربه ای بود تو زدی. خب حالا محکم کوبوندش به پلکان فلزی کاسیسونو رو، دوباره بلندش میکنه اونا رو. خب حالا محکم کوبیدش به لبه رینگ لار سالیوان رو کاسیسونو. خب بازم دوباره کوبوندش به پلکان فلزی کاسیسونو رو، دوباره بلندش میکنه. حالا خب دوباره برمیگردم به رینگ دوکاشیگیر. خب حالا یه ضربه فرو کرده پشت به لار سالیوان کاسیسونو، برش میگردونه دوباره. خب حالا یه ضربه کیک به پای راست کاسیسونو زد. حالا کلوز لاین از سالیوان روی اونو، ببینی حرکت بعدیش روی کاسیسونو چه خواهد بود. خب حالا یه ضربه نیدراپ. خب باز هم دوباره یه ضربه نیدراپ دیگه و خب این هم یه ضربه نیدراپ دیگه. سه بار نیدراپ زد به سر کاسیسونو، دوباره بلندش میکنه. حالا خب حالا بلند میکنه کاسیسونو رو، یه ضربه نی و حالا پاور سلم هست لار سالیوان روی کاسیسونو، دوباره بلندش میکنه اونا رو. خب حالا با دست میفته به جون کردنه کاسیسونو لار سالیوان. خب حالا هم نقشه بر زمین، دوباره بلند میکنه حالا کاسیسونو رو. خب بازم بلند میکنه، میره برای زدن حرکتی و خب بازم پاور سلم هست لار سالیوان روی کاسیسونو و خب بازم شولدر کلاو از لار سالیوان روی کاسیسونو. باید دید که همینطوری که شول گرفته کاسیسونو، ببینیم چجوری میخواد لار سالیوان توی این مسابقه شکست بده و اصلا باید دید که شکستش میده یا نه. خب حالا با ضربات البو میفته به جونه کاسیسونو لار سالیوان، دوباره بلند میکنه اونا رو. خب ضربه پانچشو جا خالی داد کاسیسونو. خب یه ضربه فورارم سنگین روی لار سالیوان میزنه کاسیسونو، دوباره برش میگردونه سالیوان رو. خب میره برای آرم لاک و حالا آرم بریکر روی دست راستش میزنه، بر میگردونه بازم سالیوان رو. خب حالا یه هیپ دراپ سنگین از کاسیسونو روی سالیوان، بلند میکنه دوباره لار سالیوان رو. خب ضربه بیگ بوتشو جا خالی داد و حالا میفته روی کاسیسونو، بهش تجاوز میکنه متاسفانه. اسم من اگر دیگر نیام جلوی چشایم دیگر نیام می دختر اگر ای بی هیام بجور زید بدم میام. خب اینم دیدیم که مورد چیزش لار سالیوان قرار گرفت کاسیسونو. خب میبرزیم به ادامه مسابقه. خب حالا رینگ رفت بیرون کاسیسونو، خب دوباره باز میرن تو کار اسکول کردن هم دیگه دو کشیگیر. الان هم که برگشتن بریم اوخ ننت زان هی همسیم الان با مشت زد تو پوزش که دیگه کلن زبون مادری یادش برفت. خب متاسفانه تسلیم نشد لار سالیوان، شندیگر بد زدید صورتش، فکرم بدبخت فکش در برفت. آقا ریشاشو نگیر، ریشا سانسوره، ول کن. خب حالا ریورس دیلیتی از کاسیسونو، دوباره میره تو کار بلند کردنه لار سالیوان. ببینیم حرکت بعدی چه خواهد بود. خب باز میره واسه ساب میشه، سی باز واسه ساب میشن. آقا جان نکن خب کارو، خب بفرما بازم ساب میشن. اگه حالا این تسلیم شد ما اسمم عوض منو، بفرما تحویل بگیر سیاهی کیسی. خب حالا میگیره کاسیسونو رو، اسنپ مور از سالیوان. خب حالا میپیچونه گله کاسیسونو رو. گلش اصولا در زبانهای مختلف معنیهای مختلفی میده، ولی اینجا به معنی گلو میشه. خب دوستان این بود یه توضیح کلی در مورد معنی گلش که به معنی همون گلو میشد و الان هم دیدین دیگه با گلش شگاه کرد. حالا بلند میکنه رانینگ پاور بامب از لار سالیوان روی کاسیسونو، حالا میکشونه توش به وسط رینگ. ببینیم محفظ میشه کارشو تمام بکنه یا یعنی نه کاور میکنه. حالا یک دو و کیکات از کاسیسونو. خب یه تیکر میشه گفت اساسا دیگه شل نگرفت، قشنگ سفت سفت گرفت. حالا دوباره بلند میکنه کاسیسونو رو. خب حالا یه ضربه کیک از اونو و بایسیکل کیک، حالا جا خالی داد لار سالیوان و حالا اوه یه ضربه میکشه زیرش و خب ببینیم حالا حرکت بعدی چقدر بود. بازم نتونه سوپلکس بزنه
کاسیسونا و یر اینه کلن قفلی به زیان در این مسابقه به این سوپلکس ها. و خب الان بک بریکر از سالیوان روی اونو. خب باز میلان سراغ اسکل بازی میره، الان دنبالش حالا لارد سالیوان بیرون از رینگ، خب یه ضربه پانچ میکشه زیرش، خب برمیگردونه به رینگ. نه دیگه، مثل اینکه این سری کشیدن بیرون از اسکل بازی. حالا میره سراغش ببینیم چه خواهد گذشت بین این دو کشتیگیر در اینجا. و خب خواست حرکتی بزنه مافنش دیگه، چرا کلت کردی اون زیر، اون زیر فیلتر بیشور. حالا بلند میکنه کاسیسونو رو، کندی رک بک بریکر رو حالا میزنه روی کاسیسونو، ببینیم آیا تسلیمش میکنه با این ساب میشن یا نه. خب نه، مثل اینکه چندان موفقیت آمیز نبود. خب پشتش اومد پایین کاسیسونو، سه کمرش الان به فنا رفت. او ضربه فورارم، حالا ضربه کیک کرد تو موفق نشد بزنه. حالا میگیره سالیوان اسنپ مور، و خب حالا یه آرم لاک از کاسیسونو روی لارس سالیوان، و خب حالا یه ضربه پانچ از سالیوان روی کاسیسونو. خب حالا دوباره بلند میکنه کاسیسونو رو، میره واسه پاور اسلام دوباره و میزنه پاور اسلام خودشو. یعنی چرا لنگاش از همه تنها با رد شد، بوی مثل جله شد. خوشم میاد من جله، دوست میدارم، ولش کن. خب حالا میره برای زدن حرکتی، خب بلند میکنه میره برای فریک اکسیدنت، و فریک اکسیدنت از لارد سالیوان کاور میکنه. یک دو و سه، تمام کار کاسیسونو توی مسابقه تموم شد. خب قهرمان کرمند اینترکانتیننتال تونسی خودی نشون بده امشب، با اینکه بودالاس هم توی مسابقه دخالت ریزی کرد، ولی بازم موفق نشد کاسیسونو شکست بده لارد سالیوان رو. خب آقایون داداشا، میرسیم به دومین مسابقه امشب، مسابقه زنان. باید دید که امشب چه کسایی مقابل هم دیگه قرار میگیرن. خب حالا دمن به کلینچ قهرمان زنان اسمکدان وارد سالن میشه، ببینیم امشب آیا از کرم ریختنه زلینا ویگا در امان هستش به کلینچ یا نه. ببینم از قهرمان زنان اسمکدان دمن به کلینچ. خب اینم از ورود زن مرد نمای این روزای کشتی کچ، و خب اینم از میکی جیمز، امشب ظاهرا قراره دستش به فنا بره میکی جیمز مقابله به کلینچ. حالا باید دید که امشب چه میکنه مقابله به کلینچ میکی جیمز.
خب بینیم که شروع مسابقه رو داشته باشیم بین The Man Becky Lynch و میکی جیمز. ببینیم قهرمان اسمکدان امشب چیکار میکنه مقابل میکی جیمز. خب همین اول کاری رانی بول داگ از میکی جیمز روی بکی لینچ. خب دوباره بلندش میکنه حالا بکی رو. خب حالا آرم درگ از بکی لینچ روی میکی جیمز. حالا هم دراپ کیک از بکی روی میکی. قافیه رو سه نام سندشی بکی میکی بکی میکی میکی بکی. خب حالا اینجا یه حرکت خوب زد بکی لینچ روی میکی جیمز. خب حالا با ضربات البو دراپ میفته به جونه سر میکی جیمز. سه خدا کنه عده شورتیجی رو نخواد در بیاره. خب حالا آرش بعد میکی جیمز به بکی لینچ میزنه. خب حالا ضربات کیک. خب حالا یه جامپینگ آرم بریکر روی دست چپ میکی جیمز میزنه بکی لینچ. خب حالا میره برای اسلیپر هولد. او اسلیپر هولد رو میزنه. از همین اول کاری داره با ساب میشن شروع میکنه بکی لینچ که البته روپ بریک شد تسلیم هم نشد میکی جیمز. خب محکم حالا کوبید دست میکی جیمز رو به کف رینگ. خب حالا میره برای سوپلکس و خب یه سوپلکس سنگین روی دست میکی جیمز میزنه. از همین اول کاری قفلی زد روی دستان پرمهر و افتخار میکی جیمز. خب سه البته الان موفق نشو حرکت خاصی بزنه. به چیز رفت به فنا. آره حالا میکشونتش به وسط رینگ بکی لینچ رو. و خب حالا یه حرکت سنگین روی باید چپ بکی لینچ میزنه. خب حالا میره برای کاوری. خب سه ای اصلا حتی نداشت که شماره یکی داور برنسه دقیقا میذاشنی داوره فقط بلند کوتاه شد که خب موفق نشد حرکت خاصی بزنه میکی جیمز. خب حالا آرش بعد بکی لینچ به سمت گوشه رینگ. و خب حالا یه اسنپ مور از میکی جیمز. حالا دراپ کیک به سر بکی لینچ. سرش به فنا رفت بکی لینچ. خب موفق نشد بازم حرکت خاصی بزنه میکی. خب حالا یه جامپینگ فور آرم از بکی لینچ روی میکی جیمز. خب اینا هم زدن تو کار اسکول کردن هم دیگه. خب دوباره برمیگردن بری. خب یه ضربه البو از میکی جیمز. خب حالا میره برای سوپلکس و سوپلکسش حالا میزنه به بکی لینچ. خب حالا همونطور که اعلام کردم گلشو میپیچونه میکی جیمز. اگه معنیشو یادتون رفته بزنین اول ویدیو تا قشنگ معلوم بشه. خب دوباره بلندش میکنه. خب حالا یه ریگال کاتر از میکی جیمز روی بکی لینچ. خب ببینیم حرکت بعدی میکی جیمز چه خواهد بود روی بکی لینچ. برای سرویس کردنش استراتژی به کار میبره. خب حالا میره روی بوشرینگ. و خب حالا یه آولنچ هریکن ران روی بکی لینچ میزنه میکی جیمز. دوباره بلندش میکنه. یعنی حرکات بعدی که رد و بدل میشوند چه حرکاتی بوده اند هستن و خواهند بود. خب حالا یه ضربه کیک. و خب حالا من هندل اسلم هست بکی لینچ کاور میکنه که خب باز هم دوباره زلینا ویگو وارد سالن میشه. وای خدایا این اصلا در امان نیست از دست این بشر. بکی لینچ باید دید که دخالت میکنه توی این مسابقه زلینا یا نه. خب حالا یه ضربه بکل باز میکی جیمز به بکی لینچ. حالا دراپیشو جا خالی میده میکی جیمز. خب فعلا که زلینا ویگا حمله ای صورت نداده به بکی لینچ. فعلا که در امانه توی این مسابقه. البته بعد دید که میبازه یا نه. و خب حالا بلند میکنه بکی رو. سوپلکس از میکی جیمز روی بکی لینچ. خب میره برای کاور. کاور میکنه یک دو و کیکات از قهرمان زنان اسمکدان. خب حالا بلند میکنه بکی لینچ و خب حالا میکیک از میکی جیمز. کاور میکنه یک دو و بازم کیکات. بازم کیکات از بکی لینچ. خب موفق نشد کارش تموم بکنه میکی جیمز. خب میره برای تموم کردن کار بکی لینچ. و خب حالا ضربه کیکشو گرفت بکی لینچ. و خب حالا یه ضربه فور آرم. و خب حالا جرمن سوپلکس از بکی لینچ. خب میره برای حرکتی بکی لینچ. و خب حالا دیس آرم بار از بکی لینچ روی میکی جیمز. ببینیم تسلیمش میکنه یا نه. و خب تسلیم میشه میکی جیمز که البته به نفعش هم بود تسلیم بشه چون واقعا ساب میشن دردناکیه برای یه کشیگیر. با اینکه زلینا ویگا توی این مسابقه یه میشه گفت حرکتی از خودش در داد و اومد فقط حواس پرت کرد ولی بازم موفق نشد میکی جیمز
کار بکلینش رو توی این مسابقه تموم بکنه. خب دوستان میرسیم به بخش سوم پارت دوم. خب رندی اورتون رو میبینیم که وارد سالن میشه، ببینیم امشب آیا مسابقه داره یا میخواد صحبت بکنه با هواداران. باید دید که قهرمان کارمند WWE امشب چه خواهد گذارون در اسمکدان. و همونطوری هم که گفتم کارمندان یونیورسال WWE با هم دیگه جابجا شدن در برند اسمکدان را. و اگه پارت یکی درفت رو ندیدید حتما برین ببینین، تو اون تو معلوم میشه. و اگه وقتش بیش بیاد حتما پارت بعدی رو درست میکنم برای درفت ها. خب مثل اینکه میخواد صحبت کنه رندی اورتون. خب میگه که از اینکه برگشته به برند اسمکدان خوشحاله و از این بابت هم خوشحاله که حداقل کمربند WWE رو از دست نداده. و میگه که من میخوام به هواداره این برند قول بدم که بتونم تو این برند مومنت های خوبی رو به نمایش بذارم. همونطوری هم که خودتون دیدین توی پیپر ویو الیمینیشن چیمبر من هیچ چلنجری واسه کمربند نداشتم، بنابراین هیچ مسابقه ای هم ندادم. ولی امشب اومدم که بگم که قراره که واسه پیپر ویو بریکینگ پوینت یه چلنجر برای من انتخاب بشه. خب اون چلنجر امشب میتونه بیا خودش رو به من نشون بده. خب حالا تم ورود جیندر مال به صدا در میاد. هیچ کس قطعا انتظار اومدن جیندر مال به سالن نداشت. بعد دید که آیا جیندر مال اون چلنجر هستش یا اینکه به قولیار گفتنی نقطه انحرافی امشب خواهد بود. خب اینم از خود جیندر مال. بعد دید که امشب میتونه خودی نشون بده در برند اسمکدان یا نه. اگه یه چیزی رو باید موافق باشم اونم این بود که آره خب تو الیمینیشن چمبر تو هیچ گونه چالنجری نداشتی، ولی یه چیزی رو نگفتی، اینکه میترسیدی که بیای تو این رینگ و از کمربند دفاع بکنی، حتی نکردی بیای یه اوپن چالنج خشک و خالی اعلام بکنی تو اون شو. یکی نیست بگی آخه پیپر ویو الیمینیشن چمبر بدون کمربند WWE میشه؟ خب اصلا با این حرف موافق نیستم. اگه من توی الیمینیشن چمبر حضور نداشتم دلیلش این بود که افرادی مثل تو نیومدن که منو به چالش بکشن سر کمربند WWE، و برای همین الیمینیشن چمبر خالی از کمربند من بود و من در اون شو هیچ نقشی نداشتم، البته به لطف تو. اصلا بیا و یه کاری کنیم، صحبت سابقمون رو میندازیم دور، اتفاقاتی که گذشته همه رو میذاریم کنار. امشب تو رندی اورتون یه چلنجر داری سر کمربند WWE و اون چلنجر هم درست جلوی تو وایساده و من میخوام به قهرمانی جناب علی امشب پایان بدم. حالا ببینم آیا تو حاضر هستی این چلنج رو قبول بکنی یا نه. میدونی چیه جیندر؟ وسوسه کننده بود پیشنهادی که بهم دادی، ولی بدون که امشب من واسه لتو پار کردن تو و دفاع کمربندم اینجا نیومدم، ولی در ازاش میتونم یه پیشنهاد خیلی بهتر بهت بدم. تو هفته بعدی در شو اسمکدان با AJ Styles
سر نامبر وان کانتندری WWE با هم دیگه مسابقه میدید. میدونی که حرفات رو هیچ جوره به کتفم هم حساب نمی کنم، ولی پیشنهاد تو هم کمی منو قلقلک داد. باشه قبوله، من هفته بعد با AJ Styles مسابقه میدم، ولی بدون اول آخر تو کمربند رو دست میدی. به پایان کریرت رسیدی رندی اورتون. قهرمان بعدی WWE من هستم، چه بخوای چه نخوای. خوب این بود از صحبت جالب بین جیندر مال و قهرمان کمربند WWE رندی اورتون. باید دید که هفته بعد جیندر مال مقابل AJ Styles چه میکنه. آیا قهرمان بعدی WWE واقعا جیندر مال خواهد بود و رندی اورتون به پایان کریرش نزدیک شده، یا اینکه اینا همش در حد حرف برای جیندر مال بود و همه اینا فقط کشکه. خب دوستان، میرسیم به آخرین مسابقه پارت دوم اسمکدان. استریت پروفیتس در مقابل سزارو و ناکامورا، سر کمربندان تک تیم اسمکدان. باید دید که امشب سزارو و ناکامورا بالاخره کمربندانشون رو واگذار میکنن به یه تیم جدید، یا اینکه بازم دفاع میکنن از کمربنداشون. اگه الیمینیشن چمبر رو ندیده باشین، باید بگم که هومبرتو ریکوشی و استریت پروفیتس و زک رایدر و کورت هاکینز با سزارو و ناکامورا مسابقه داشتن سر کمربندان تک تیم اسمکدان، و با هر گونه شخماتی بازی شانسی بازی که بود، سزارو و ناکامورا تونستن و مسابقه رو برنده بشن و کمربندانشون دفاع کنن. البته همه چی به اونجا قد نمیشه و درگیری بین این دوتا تیم شدت گرفت، و باید دید که امشب چی کار میکنن استریت پروفیتس مقابل سزارو و ناکامورا. خب این بود از ورود منحصر به فرد مانتس فورد و آنجلو داکینز. خب اینم از ورود سزار و قهرمان اول کمربند تک تیم اسمکدان، The Swiss Cyborg سزار. و باید دید که امشب سزار و ناکامورا موفق میشن برای بار هزارم از کمربندشون دفاع کنن مقابل تک تیم آنجلو داکینز و مانتس فورد، یا اینکه کمربنده رو امشب واگذار میکنن این دو کشیگیر. خب حالا تم ورود قهرمان دوم تک تیم اسمکدان شینسکی ناکامورا به صدا در میاد. خب اینم خود ناکامورا، باید دید که این تیم فوق‌العاده امشب در مقابل استریت پروفیتس چه میکنن.
Tag team championships on the line. May the best team win. خب میریم که داشته باشیم شروع مسابقه رو. خب سزارو مالت اسپورت مثل اینکه کار شروع میکنه و خب همین عدزلکاری رفتن تو کار اسکول کردن هم دیگه. به جای سزارو ناکامورا کار شروع کرد همین اول کاری و خب حالا نیک بریکر از مالت اسپورت همچین استراتیشون جواب هم نداد. حالا بلند میکنه ناکامورا رو اسکوپ اسلم از مالت اسپورت روی شینسکه ناکامورا. خب دوباره بلندش میکنه ناکامورا رو و موفق نشد حرکت خاصی بزنه. حالا هم آرم بریکر از شینسکه ناکامورا روی مانتز و دوباره بلندش میکنه مانتز برو. خب ضربه الپورس زد همون چندان افاقهی نکرد. حالا ضربه نی از شینسکه ناکامورا. خب دوباره بلند میکنه مانتز برو و میبردش سمت سزارو و خب همین اول کاری تگ انجام میدم هم دیگه سزارو و ناکامورا. خب دابل آرش بیب و حالا هم دابل بک بادی دراپ هست سزارو و ناکامورا. حالا میگیره سر سزارو رو. خب یه ضربه البو زد به سر سزارو مانتز و موفق نشد حرکت خاصی بزنه. خب ضربه بیگ بوت هست سزارو به مانتز فورد. حالا کاور میکنه ببینیم موفق میشه یعنی یک. خب به یکم نرسید کیکات کرد مانتز فورد. خب حالا میره سراغش سزارو. خب یه ضربه البو به کمر مانتز فورد میزنه. استریت پروفیس همین اول کاری دارن شل میگیرن. اگه بخوان قهرمان بشن اینجوری برنده نمیشن. خب حالا یه گادرش پاور بامب است سزار روی مانتز فورد. دوباره بلندش میکنه مانتز رو. خب ضربه پانچ است مانتز فورد. خب حالا با کلوز رن رینگ انداخت بیرون سزار رو. میره سراغش حالا مانتز فورد و دوباره بلندش میکنه حالا سزار رو. خب یه ضربه نفهمیدم حقیقتش چه ضربه ای بود ولی هرچی بود نفس مانتز فورد پند اومد یه لحظه. خب حالا میره سراغش سزار رو. اون دوباره بازم بلندش میکنه حالا مانتز. خوب خواست دراپ کیک بزنه موفق نشد. خب بازم موفق نشدن حرکت خاصی بزنه. خب نایف اند چاپ البته به چوخ رفت. حالا ضربه البو. خب فرستاد حالا تو رینگ مانتز رو. خب به زیباترین شکل ممکن بلند شد که البته از اون ورم چیز شد دیگه متاسفانه. خب یه ضربه کیک حالا میگیره سر سزارو رو و خب حالا راش و لگ سلیپ مانتز فور روی سزارو. خب دوباره بلندش میکنه حالا سزارو رو و میره برای اسکوب اسلم که البته موفق نشد حرکت خاصی بزنه. حالا میپیچونه دست مانتز رو. خب اینم به اسکولاباد رفت کلن سزارو و خب حالا میره برای اسکوب اسلم روی سزارو و میزنه حرکتش رو مانتز فور. حالا بلند میکنه دوباره سزارو رو. خب موفق نشد بازم ضربه پانچ بزنه. حالا هم دراپ گیرد سزارو روی مانتز فورد. خب از اون بر مثل اینکه آنتر داکیز تگ می‌خواست که نتونه خودش رو بهش برسونه. خب این بر حالا ناکامورا وارد رینگ میشه. حالا میگیره سر مانتز رو و میذارتش حالا روی تناب مانتز فورد رو. میره برای زدن حالا سوپلکس و خب انداختش حالا روی تناب رینگ مانتز فورد رو و میگشونتش حالا به وسط رینگ. خب میره برای کاوه یک و خب کیکات از مانتز فورد. قطعا این مدلی نمیخوان تسلیم بشن مانتز و آنچلو داکینز. خب ضربه کیکو جا خالی داد لک سویپ زد روی ناکامورا و خب حالا بک سوپلکس از مانتز فور. خورد خورد داره یه حرکات سنگینی میزنه روی سزارو ناکامورا. خب حالا آرش سمت آنچلو داکینز و خب یه تک بالاخره انجام میشه بین این دو کشتیگیر. خب حالا اسکوب اسلم از مانتز فور ببینیم چه حرکتی میزنه. خب یه مون سالت زیبا است مانتز فورد و آنچلو داکینز. خب میرن حالا برای کاور کاور میکنه. خب کیکات کردم این اول کاری هم ناکامورا. طبیعتا این مدلی هم قهرمان تک تیم اسمکدان
به چخ نمیرن و کمربنده رو از دست نمیدن. خب حالا بلند میکنه آنجر داکینزو و لند سلایدر ناکامورا روی آنجلو داکینز. ببینیم حرکت بعدیش چه خواهد بود روی داکینز. اون دوباره بازم میره برای لند سلاید و بازم حالا لند سلاید خودشو میزنه به آنجلو داکینز. حالا بلند میکنه مجدد. ببینیم این سری دیگه چه حرکتی میزنه. خب فرستادش میشه سزارو. خب حالا یه ضربه کیک از آنجلو داکینز. خب حالا آرش بعد ناکامورا و خب یه ضربه نیاز شینسکه ناکامورا روی آنجلو داکینز. مومنتوم بازی سریع افتاد دست سزارو ناکامورا. خب حالا میره برای کاوه یک و خب کیکات از آنجلو داکینز. یک هم البته نرسید متاسفانه. و خب حالا یه ضربه کیک از آنجلو داکینز و خب بلند میکنه. خب گاد باستر از آنجلو داکینز روی شینسکه ناکامورا. اصلا خوب پیش نمیره وضعیت به نفع استریت پروفیت. و خب حالا مانکی فلیپ از شینسکه ناکامورا. حالا میره برای پیچوندن گلش. امروز کلا از کلمه گلش زیاد استفاده میکنم. اونایی که موافقم من بیشتر با زبون محلی صحبت کنم دستو بالا. خب حالا یه ضربه کی جا خالی و یه ضربه کی که دیگه از ناکامورا. حرکت خوبی رو زد. خب اجازه تگ به مانتزو آنجلو رو نداد شینسکه ناکامورا. خب حالا یه فایرمن اسکری از آنجلو داکینز. دوباره بلندش کرد شینسکه ناکامورا رو. خب بازم موفق نشد و حالا هم اسکول آباد. و خب حالا یه ضربه کیک سنگین است شینسکه ناکامورا. حالا از اون برم تگ با سزارو. ببینیم حالا سزارو مقابله آنجلو چیکار میکنه، چه جوری میخواد سرویس کنن این بنده خدا رو. خب ضربه بی بوت حالا جا خالی داد آنجلو داکینز. خب بول داگ است آنجلو. خب ولکن معامله هم نیست، عوض اینکه تگ کنه میفته رو سزارو. حالا گلشو شیکون دیگه این سری آنجلو داکینز از شدت فشاری که به مغزش وارد شده بنده خدا. خب میره خیلی خورد خورد سمت مانتس فورد و خب حالا تک با مانتس فورد انجام میشه. حالا بلند میکنه سزارو رو مانتس فورد و خب حالا بلند میکنه اسکوب اسلم دوباره از مانتس فورد. تو این مسابقه کلا قفلی زده رو اسکوب اسلم مانتس فورد. خب ضربه البر رو موفق نشد بزنه مانتز. آرش بس سزارو. خب یه ضربه نیاز مانتس فورد اجازه نده حرکت خاصی بزنه سزارو. آرش بس مانتس فورد حالا ببینیم موفق میشه تک کنه یا نه. خب زکی مثل اینکه کلا قاطی کرده مانتس فورد زده تو کار آرش بیب. خب اون بر حالا تک با سزارو انجام میشه. خب حالا ضربه فورم از ناکامورا. خب موفق نشد حرکت خاصی بزنه شینسکه ناکامورا. و حالا هم راش و لگ سویپ از ناکامورا روی مانتس فورد. و خب اون بر بالاخره تک انجام میشه با آنجلو داکینز. و خب اسپیر از آنجلو داکینز روی شینسکه ناکامورا همین اول کاریش. و خب حالا کینشاسا از شینسکه ناکامورا کاور میکنه. یک دو و سه تمام. قهرمان تک تیم اسمکدان از عنوانشون دفاع کردن مقابل استریت پروفیت. کلن توی مسابقه شانس با آنجلو مانتز یاری نکرد و نصف بیشتر مومنت های مسابقه هم که در دستان پرمهر و افتخار شینسکه ناکامورا سزارو بود. به هر حال تونستن از عنوان قهرمانیشون دفاع کنن ناکامورا و سزارو. حالا باید دید که چلنجرهای بعدی کارمندان تک تیم اسمکدان چه کسانی خواهند بود. آیا درگیر بین این دو تیم شدت میگیره و به بریکینگ پوینت کشیده میشه یا اینکه نه. خب دوستان این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که تا تهش دیده باشین و حال کرده باشید. بچه‌ها دلیل اینکه این چند روزی که این ویدیو رو نساختم و نذاشتم این بود که حقیقتش سر پارت اول من یه کپی رایت سر آهنگ اینترو گرفتم و این بود که یه کمی منو به هم ریخته بود، چون واقعا هم یه کمی به نظرم غیر منطقی بود، چون من یه عالمه آهنگ از گروه اسکایل تا حالا گذاشتم و هیچ کدوم کپی رایت نگرفته و این یکی گرفت متاسفانه. به هر حال حتما حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما حتما لایک کنید و برای حمایت از من و کانالم حتما حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید تا اینطوری بتونیم به رشد خانوادمون کمک بکنیم. مثل همیشه تا ویدیوهای بعدی میبینمتون.
as hell.